نویسنده مجموعه خاطرات نویسنده از زندگی شخصی خود بعد از آشنایی با همسرش تا شب شدیدی که مشکل پرواز PS752 پنجاه است. در این کتاب نویسنده 20 سال زندگیش را در 5 فصل اصلی به 1 فصل زمینه روایت میکند. آقای حامد اسماعیلی بفرمایید. سلام عرض میکنم، تشکر میکنم. Thank you, Mr. Dalton, for your words here, and thanks for coming and sharing your experience with this file and the aftermath of this tragedy. خیلی ممنونم آقای زندی از معرفی شما. قبل از اینکه صحبت رو آغاز بکنم، میخواستم یاد بکنم از مسافران ونکوور و یاد بکنم از مسافران دیگری که خانواده‌های محترمشون امروز در این جمع حضور دارند و خواهش کنم به یاد رجا امیدبخش، مهران ابتهی، کامیار ابن الدین و پدر و مادرش نیلوفر رزاقی و اردلان، دلارام داداش نژاد، دریا توقیان، فاطمه کازرانی، حسین ساکت، نگار برقعی، همسرش الوند، صوفی امامی و مادرش سهند، خواهران قوی مهدیه و معصومه، بهار کرمی مقدم و امیر حسین قاسمی. I just wanted to ask everybody in respect to these victims of flight PS752 and to remember their memory, just stand up and have a warm moment of silence. Thank you. من ابتدا بخشی از کتاب‌ها رو می‌خونم. خیلی خوشحالم که در شهر ونکوور در خدمت شما هستم. بخشی از کتاب‌های نرس کتاب رو می‌خونم و بعد در قسمت پرسش و پاسخ خوشحال میشم که به سوالات دوستان و عزیزان پاسخ بدم. ابتدا در مورد کتاب تابستانی با 5 تیر. این کتاب 5 شخصیت اصلی داره: نمازخان، مهاجر، انگورباز، ماجور و آدمکش و 4 اتفاق در این رمان رخ میده. این کتاب رو من در سال 95 نوشتم، آخرین بازنویسیش، و حقیقتش تصمیم نداشتم منتشرش کنم تا وقتی که جمهوری اسلامی دیگر نباشد، ولی بعد از این فاجعه در واقع تصمیمم عوض شد و این کتاب رو این روزها منتشر کردم. بخش از این کتاب رو از فصل آدمکش برای شما میخونم. به کتاب خاطرات بریزه صدراعظم قرار بود این کتاب پس از بازنویسی های مجدد منتشر شود. ژانویه 2020، 18 دی ماه، در حال به پایان بردن آخرین صفحات بودم که جمهوری اسلامی همسرم پریسا و دخترم ریرا را با شلیک به هواپیمایشان از من گرفت. یک سال بعد دوباره صفحات این کتاب را گشودم تا ببینم چه کاری از من ساخته است، اما به کلی از فضای نوشتن و از فضای این داستان دور شده بودم. امروز که منتشرش میکنم میدانم میتوانست اثر بسیار بهتری باشد. قرار بود وقتی پریسا از سفرش برگشت کتاب را بخواند و نظرش را به من بگوید. این کتاب از نگاه او نگذشته است. این کتاب را به خاطره تمام کسانی تقدیم میکنم که در جنایات جمهوری اسلامی جان نازنین خود را از کف دادند. شخصیت های متعددی داره این کتاب: مأمور سما، خواننده، نویسنده، پسر پیرمرد و سرمهندس، که من بخشی از مأمور سما رو براتون میخونم. در این خانه برف میبارد. خاطرات یک بازمانده. به یاد یگانه ترین یارم پریسا و پرنده کوچکمان ریرا. این کتاب 5 فصل داره: پریسا، مهاجرت، سرگیجه، ریرا و تاریکی. و
فصل آخر زمیمه برداشت شخصی خودم از کل فاجعه شلیک به پرواز PS752. میدونی که در 2.5 سال گذشته گزارش های بسیاری منتشر شده، به جز گزارش جمهوری اسلامی، گزارش های دیگری که منتشر شده اغلب بر مبنای فکت ها و اسناد و مستندات هست، ولی این بخش زمیمه برداشت شخصی من از کل ماجرا است که چرا و چگونه به پرواز PS752 شلیک کردم. من چند صفحه از فصل پریسا برای شما میخونم. پریسا: در پناه کوه بلندی ایستاده بودم. ماه آگست سال 2021 بود. درست 20 ماه و 8 روز از عمر جنایت میگذشت. تا به این کوه با یکی دیگران اون را زیبا می دانستند برسم، مسافتی طولانی را رانندگی کرده بودم. از تورنتو به سوسن‌ماری، از سوسن‌ماری به تاندربی، از تاندربی به وینیپگ، از وینیپگ به رجاینا و نهایتاً از رجاینا به این شهر کوچک توریستی یعنی کنمور که در قلب رشته کوه راکی قرار دارد. باید 4000 کیلومتری باشد. باور کردن اینکه هزاران کیلومتر را در چند روز طی کردم تا بیدلیل جلوی این کوه خاکستری، مه سنگین قله‌اش و درخت‌های سوزنی برگ کوه بایش بایستم کار سختی نیست، چون طوفانی در درونم می‌غرید و آتشی در قلبم شعله‌ور بود که بعید می‌دانم روزی فروکش کند. در راه پیان‌ها گشته بودم. سرم را به طرف صندلی بغل دستی میچرخاندم تا چون همیشه او را ببینم. میتوانستم دستم را به صندلی عقب ببرم، چهار انگشت را به تو خم کنم که یعنی دستت را به من بده و دختر دستش را در دستان من بگذارد، به بهانه ای که مرا به شعف وامی داشته یا نکته ای که یکی از آن دو گفته است. اما هر دو صندلی خالی است. از خودم پرسیدم آنها کجا هستند؟ از خودم پرسیدم. تصور کردم پریسا دست در دست من در این کوره راه ها قدم میزند، مثل همان وقت ها، مثل پیاده روی در محله خودمان، مثل اولین بار که دستش را نزدیکی ترمینال غرب تهران در دست گرفتم. تصورش میکردم که آرام است، ساکت است و از تماشای ریرا که کمی جلوتر میدود و گاهی فریاد میکشد مامان بابا ببینید چی پیدا کردم لذت میبرد. شاید پریسا میگوید بیار ببینم و شاید من بگویم مواظب باش دخترم، سنگ ها تیزند. شاید نوشتن این کتاب از تصاویر موهوم آمده باشد. شاید نوشتن این کتاب از ایستایی و تنهایی و شنیدن صدای سبکبار رودخانه که می پیچید و جلو می رفت آمده باشد. هرچه بود در گفتگوی درونی با پریسا فرو رفته بودم، دست در دستانش، بیان که به چهرهش نگاه کنم. گفتگوی درونی با او که هیچگاه در 20 ماه و 8 روز گذشته به این شفافیت اتفاق نیفتاده بود. به اندازه کافی تلاش نکردی. باور کن تمام سعیم رو کردم. نمیدونم دیگه چی کار میتونستم بکنم. در سکوت نگاهم کرد. میدانستم چه میخواهد بگوید. نمیخوام زندگی تو رو با هیچ کسی قسمت کنم. از روز اول قرارم به خودم همین بود. طوری را برای خودم باقی بمونید. یه جاهای زیر پا گذاشتم چون نمیتونستم نفس بکشم. اما بعد که بیشتر به خودم اومدم گفتم فقط باید برای من بمونید. میشد کاری کرد. بله میشد. بله میشه تمام یادداشت‌های عاشقانه رو منتشر کرد. میشه بیشتر از این توی خونه شیشه ای موند. میشه تمام زندگی خصوصی رو روی دایره ریخت. تمام فیلم‌ها و عکس‌ها رو میشه. لازم نیست همه فیلم‌ها و عکس‌ها رو منتشر کنی. و همین مسیری که امروز طی کردی نگاه کن. نگاه کردم. باور کن نگاه کردم. بازم سکوت کرد. بازم حدس می‌زدم در سرش چه می‌گذرد. جواب دادم. گفتم کجاست تا دستش رو بگیرم و بدونم تنها نیستم. گفتم کجاست تا با هم دور شدن اون وروجک رو پشت اون بوتی یا صخره تماشا کنیم و زیر خنده بزنیم. همه جا تو بودی و تو نبودی. همین رو نمیشه گفت. همین که من باید می بودم و یعنی بنویسم. آخه از چی بنویسم؟ مردم قهرمان میخوان، قهرمان قصه میخوان، اما نه من قهرمان قصه هستم نه تو. ما آدم های معمولی بودیم. من یه مرد معمولی، تو زنی معمولی، ولی را دختر بچه معمولی. هیچ چیزی تو زندگی ما غیر معمول و عجیب نبود. یا من گمون میکردم و گمون میکنم عجیب نبوده. عجیب نبود. اینکه ما به تورنتو نرسیدیم عجیب نبود. بود. عجیب که نه وحشتناک بود. فکر کردم به هر لحظهش تنم رو میلرزونه. نه اومدن شما، نه رسیدن شما، به قطر رسیدن شما. همین رو که میتونستی بنویسی. میشد، میشه.
اما تمام اینا قصه ای میشه درباره من، اما تو هستی که مهمی، تو هستی که از دست رفتی، تویی که در اوج قساوت کشته شدی. من چرا مدام از خودم و از رنجی که میکشم بگم؟ تو بلدی بنویسی، تو میتونی طوری بنویسی که نوشتن نشستن میخواد، من توی جای خودم بند نمیشم، وقتش میرسه، پس اعتراضی نداری؟ پس فکر میکنی شروع کنم؟ اگه بنویسم کتابی میشه از دنیای مرده ها به دنیای زنده ها، یا شاید هم برعکس، از دنیای زنده ها به دنیای مرده ها. در ذهن من بغض کرده بود، میدانست تحمل بغض کردنش را ندارم، آنطور که لب زیرینش میپرید و میفهمیدم چشمای زیبایش تا لحظه دیگر تر خواهد شد. بغض کردنش در این لحظه از اون بغض کردن هاست که اگر نروم و در آغوشش نگیرم تا پایان عمر خودم را نخواهم بخشید. اما کجا، اما چطور؟ گمان میکنم همان موقع مردی با دوچرخه‌اش از کنارم گذشت. من تهسیگار را پاسار کردم و از روی زمین برداشتم تا در اولین سطح زباله بیاندازم. مقاومت بیفایده بود. تصمیمم را گرفتم و با خودم گفتم شب نهم آذر سال 1378 در تبریز عاشقانه این زندگی آغاز شد. مرسی.